برگزیده ای از سروده های زرتشت یا گاتاها، برگرفته از کتاب هفته پژواک گاتاها، با ستایش از کار ارزنده کلیه مترجمین گاتاها به ویژه آقای دکتر علی اکبر جعفری، با صدای فریدون فرهندوس، موسیقی متن از فرد میرزا، به کوشش مهندس بهنام آبادیان و دکتر علی مکی، با تشکر از همکاری آقای حسین حجازی، گوینده مولود زهتاب. از آن به دیر مغانم عزیز می دارند، از آن به دیر مغانم عزیز می دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. گاتاها که کهن‌ترین بخش از کتاب اوستا را تشکیل می دهند، سروده های زرتشت، اندیشمند و پیام‌آور ایران باستان و نخستین بنیانگذار خردورزی و یکتاپرستی در جهان است. زمان زندگی زرتشت به نوشته یونانیان باستان 6000 سال پیش از افلاطون و به برداشت از نوشته های زمان ساسانیان به 600 سال پیش از میلاد مسیح گمان زنی شده، اما بر پایه پژوهش‌های زبانشناختی مدرن و مقایسه گویش گاتاها با قدیمی‌ترین نسخه‌های بازمانده از زبان سانسکریت که در کتاب ریگ‌ودا یافت می‌شود و کهن‌ترین نمونه از زبان‌های هند و ایرانی است، زمان دقیق‌تر ظهور زرتشت را به حدود 1800 سال پیش از میلاد می‌رساند. آموزه‌های نهفته در گاتاها در طی چند هزار سال گذشته تمدن بشری را از تاریکی به سوی روشنگری هدایت نموده و برای اولین بار مردمان جهان را به نیک‌اندیشی، نیک گفتاری، نیک کرداری و دادگری دعوت نموده و نیز برابری میان مرد و زن را بنیاد نهاده است. یکی از ویژگی‌های بی همتای گاتاها در این است که بدون ایجاد ترس در شنونده، او را به اندیشیدن وامی دارد تا خود به نتیجه درست دست یابد و با گزینش خود به سوی سازندگی گام بردارد و از تاریکی ناشی از دروغ، جهل و خودپرستی دور باشد. امیدواریم با جلوه‌گر ساختن این سروده ها امکان عرضه قسمتی از پیام‌های جاودانه این اندیشمند بزرگ را به روشی دیگر فراهم آورده باشیم. ای راستی و ای منشنیک، من برای شما از صفات خدای دانا سرود گویانم، سرودهایی که تا کنون کس نسروده، سرودهایی که در شهریاری خلل ناپذیر خدا آرامش میبخشد. به نیایشم گوش کنید، به یاریم بشتابید. هنگامی که با منش پاک تو را با سرودهای ستایش فرا می‌خوانم، آگاه هستم که مرا برای رهبری روان مردم جهان گماشته‌ای
و از پاداشی که تو ای مزدا اهورا برای کردار نیک میبخشی خبر دارم و آماده ام تا زمانی که مرا تاب و توان است به مردم بیاموزم که به سوی راستی راه پویند. ای خدای دانا، من با نیایش های موزون خوشنوا و با دست های افراشته نزد تو می آیم و چون آزاده ای تو را از راه راستی نماز می برم و با هنر منش نیک به تو می رسم. ای خدای دانا، هنگامی تو را افزاینده شناختم که منش نیک مرا فرا گرفت و از من پرسید کیستی و از کیستی و چگونه در این روز شک و تردید خود را در باره جهان و شخص خود دور خواهی کرد. به او نخست گفتم من زرتشتم و تا آنجایی که می توانم دشمن واقعی دروغ کارم و یاور نیرومندی برای راست کار می باشم. ای دانا، می خواهم تا روزی که سناخان تو هستم از آزادگی و خودمختاری برخوردار باشم. ای خدای دانا، هنگامی تو را افزاینده شناختم که منش نیک مرا فرا گرفت و پرسید کرا میخواهی خدمت کنی؟ گفتم ارمغان نماز خود را به فروغ تو پیشکش میکنم و تا تاب و توان دارم دل به راستی خواهم بست. ای جویندگان دانش، اینک برای شما این آموزش ها و سخنان ناشنوده را آشکار می سازم. بیگمان این سخنان برای کسانی که با آموزش دروغ جهان راستی را به تباهی می کشانند ناگوار و برای دلدادگان مزدا بهترین است. چون راه بهتر را برگزیدن کاری آسان نیست، من به عنوان رهبری که خدای دانا او را شناخته برای هر دو گروه راستکاران و دروغکاران آمدم تا بتوانیم از روی راستی و درستی و پاکی زندگانی کنیم. ای مزدا، آنچه را که مرد بایستی انجام دهد تا شایسته بخشایش و مهر تو قرار گیرد باشد تا همانها را به جای آوری. اندیشه و گفتار و کردار نیک انجام شده را همراه با سرودهای دلکش به پیشگاهت پیشکش می کنی. ای اهورا مزدا، ای خداوند جان و خرد، سرم در نمازت خم است و دستهایم افراشته. از تو میخواهم با کارهای راست و درست و پاک خود که از روی خرد و با دانش نیک انجام میگیرند جهان را آباد و جهانیان را
شاد سازم. ای خداوند دانا، با اندیشه نیک نزد تو می آیم. مرا و یارانم را از راه راستی و درستی، نیکی و نعمت هر دو هستی، تنی و روانی ارزانی دار تا به آسایش و آرامش برسی. کی آن زمان فرا خواهد رسید که چیرگی و فرمان روایی راستی را بنگرم؟ کی خواهد شد تا فروغ آسمانی اهورایی را بر این زمین سراسر بگسترانم؟ کی خواهد آمد تا ناگروندگان را نیز به این گفتارهای نیک بگروانم؟ پس بیاییم و از کسانی شویم که این زندگانی را تازه می کنند و جهان را نو می سازند. ای خداوندان خرد، ای اندیشمندان و ای آورندگان خرسندی از راه راستی و درستی، بیایید همه در آنجا که دانش درونی است یک پارچه همراه و همراه باشی. مزدا، منش نیک را در من بیفروز و از آیین راستی عمر درازی را ارزانی دار. خدایا، با سخنان راستین خود من، زرتشت و یارانم را یاری کن و نیرو بخش تا آزار بدخواهان را از میان برداری. ای خدای دانا، کاری که برابر با آیین راستی و منش نیک نباشد هرگز از ما سر نزند و ما را از تو دور نسازد. ما ستایندگان تو هستیم و تو بیش از هر چیز سزاوار ستایش هستی، زیرا توانایی و شهریاری سود بخش از آن توست. ای خداوند جان و خرد، نیکوکاران و نیکندیشان را که بر راه راستی و درستی میبینی کامروا ساز، بسی کامروا. نیک میدانم که هیچ نیایشی نیست که از جان و دل براید و بی پاسخ بماند. روان جهان نزد شما بگریست. چرا مرا ساختید؟ که مرا به این پیکر درآورد؟ مرا خشم و زور و ستم به سطوح کشانده، جز شما آباد کننده دیگری ندارم. مرا با فردی نیکو، سود بخش و آباد کننده آشنا سازید. آنگاه سازنده جهان از راستی پرسید: کدام رهبر درستی را برای جهان در دیده داری که بتواند او را توش و توانایی و آبادی بخشد؟ چه کسی را می‌خواهی که سرور هستی او شود تا هم خشم را و هم آزار دروغ کاران را پس براند؟ راستی پاسخ گفت: کسی که بی آزار باشد و دوست جهان.
هیچ کس از اینان که در پیش ما هستند کسی را نمی شناسم که زبردستان را برای یاری زیر دستان برانگیزد، وگرنه من به ندای آن که در اینان تواناترین می بود بیدرنگ می شتافتم. خدای دانا بهتر از همه آگاه است که مردم به نام خدایان پنداری خود در گذشته چه ها کرده اند و در آینده چه ها که نخواهند کرد. او خود داور است، همان شود که او می خواهد. در نیایش با دست های افراشته از اهورامزدا بخواهیم تا هرگز به کسی که با راستی و درستی همگام است گزندی نرسد. اهورامزدا یاور راستی پویان و درست کرداران است. خدای دانا که از راز زندگی زیبا آگاه است گفت: پس هیچ کس را نمی شناسی که از روی راستی و تنها راستی سرور هستی و رهبر درستی شود. اما ای راستی، من تو را برای مردمانی آفریدم که خود آباد باشند و دیگران را آباد سازند. خدای دانا که با آیین راستی هماهنگ است در برابر نیایش روان جهان و راستی پیام خود را آماده می سازد تا برای جهان راه نمای آبادانی گردد. او کسانی را که می خواهند خدمت کنند با آموزش های خود پیش می برد. خدای دانا می پرسد: ای منش نیک، آیا تو کسی را می شناسی که مردم را یاری کند؟ اینک در آغاز زندگی این دو راه اندیشه، دو طرز فکر همزاد ولی در کار خود آزاد، خود را در اندیشه و گفتار و کردار چون بهتر و بد هویدا می سازند. از این دو آن فرزانگان هستند که درست را برمی گزینند، نه بداندیشان. وانگاه که در آغاز آن دو اندیشه به هم رسیدند، زندگی و نازندگی را پدید آوردند و تا پایان هستی چنین باشد که بدترین منش ها از آن پیروان دروغ و بهترین منش ها از آن پیروان راستی خواهد بود. زیرا هر کس راه و روش خود را خود برمی‌گزیند، اما کسی که بهترین اندیشه را اختیار می‌کند سنگ تمام عیار را می‌گذارد و با کارهای راستین خود خدای دانا را خوشنود می‌سازد. آنان که دچار شک و تردید می‌شوند حقیقت را به درستی باز نمی شناسند، فریب می خورند و بدتر
بدترین اندیشه را برمی‌گزینند و در نتیجه روی به خشم می‌برند و زندگی مردم را به تباهی می‌کشانند. کسانی که از نیروی ایزدی و نیکندیشی و راستی برخوردار باشند و فرشته مهر و دوستی در وجود آنان را یافته باشد، در انتخاب راه نیک کامیاب می شوند و به پاداش آن در دو جهان بهره نیک می یابند. اما هنگامی که این گناهکاران کیفر خود را می کشند، آنگاه توانایی تو را ای خدای دانا از راه منش نیک در می‌یابند و می‌آموزند که چگونه دروغ و آزار را رها کرده به راستی روی بیاورند. آنگاه که شکست و تباهی به دروغ فرود آید، آنان که با نیکنامی کوشا و به نیکی شناسا بودند، در سرای خوش اندیشه نیک مزدایی و راستی آرزو و خواست خیش را برآورده خواهند یافت. ای مردم، اگر شما این دو اصل آرامش و ناآرامی را دریابید که خدای دانا مقرر فرموده، و آن این است که زیان دیرپا از برای دروغ کار است و فروغ بی پایان از برای راست کار، هر آینه به خرسندی و شادکامی خواهید رسید. هنگامی که کسی راستی را می طلبد، خداوندان خرد و اندیشمندان با نیکی و آرامش به کمک وی می آیند. پس ما با بهترین دانش خود خواهان شهریاری نیرومند خدایی هستیم تا با گسترش آن بر دروغ و آزار پیروز گردیم. ای خدای دانا، بگو و راه بنما تا در پرتو آیین راستی راه بهترین را برگزینی. آنچه برایم نیکوست، چه آنهایی که روی خواهد داد و چه نخواهد داد، از راه منش نیک و اندیشه روشن نشانم ده. بهترین پاداش ها و خوشبختی ها از آن دانایی خواهد بود که پیام راستین و سخن پاک مرا که مردمان را به رسایی و بالیدگی جاودان راه می نماید به آنها می رساند. اهورامزدا در پرتو اندیشه نیک توانایی این کس را فزونی می بخشد. کسی که نخست چنین اندیشید که باید روزگار جهان با آسایش و آرامش توأم باشد، از خرد خود آیین راستی را آفریده و بهترین اندیشه را استوار نگه داشته است. ای دانا، آن نیروی اندیشیدن و آفریدن را که تاکنون یکسان مانده در ما بیفزای و در آن جنبشی پدیدار.
ای مستا، هنگامی که تو را با نیروی خرد و اندیشه ژرف جستجو کردم و با دیده دل نگریستم، دریافتم که تویی سرآغاز و سرانجام همه چیز، تویی سرچشمه خرد و اندیشه، و تویی آفریننده راستی و پاکی، و تویی داور نیک کردار مردمان جهان. ای اهورامزدا، از توست پاکی و پارسایی، از توست خرد معنوی جهان ساز. تو به آدمی آزادی گزینش داده ای تا راه بر راستین خیش را برگزیند و از راه بر دروغین سر بتابد. ما جهان از این دو کس آبادگر را که همواره در پیش رفته است برگزید، کسی را برگزید که سرور و راستکار و افزاینده و گسترنده منش نیک است. ای مستا، کسی که آبادگر نیست و فریبکار است، پیام نیک را گسترش نمی بخشد. ای خدای دانا، هنگامی که نخست تو با اندیشه خود زندگانی و وجدان و خرد را آفریدی و جان را در تن دمیدی، توانایی کردار و گفتار بخشیدی تا هر کس هر باوری را که دارد آشکار سازد. از این رو هر کس چه دروغگو باشد و چه راستگو، چه دانشمند باشد و چه بیدانش، آنچه را که در دل و سر دارد برملا می کند. به پیروی از این اصل انسان می تواند در آرامش و با فکر راحت از خود بپرسد هر کدام از این دو طرز اندیشه مرا به کجا میرساند؟ خدایا، این از تو میپرسم، چه ها میشود و چه ها خواهد شد؟ آینده کسانی که از راستی پیروی میکنند چیست؟ و آینده کسانی که از روی کاستی رفتار میکنند چیست؟ باری سرانجام کار چه خواهد بود؟ این را میپرسم، چیست کیفر کسی که به آدم نادرست توانایی بخشد؟ ای اهورا، چیست کیفر بد کرداری که در زندگی هیچ چیز نمی جوید جز آزار رساندن به پیروان رهبر راستین و مردم درست کار؟ هر دانایی که برای پیش برد راستی از میان مردمان، برای خوشبختی باشندگان خانه ها، شهرها و کشورها تلاش کند و آنان را به پیگروی از راه راستی فراخواند، چون این کسی از هواخواهان اهورامزدا به شمار می آید. کدام راه بهتر و برتر است؟ آن که راست کار برمی‌گزیند یا آن که دروغ کار؟ این حقیقت را باید دانشمند به دانشجو بگوید تا دیگر مرد بی دانش
مردم را فریب ندهد. ای خدای دانا، تو برای ما با منش نیک راه بنما. گفتار و آموزش های تبهکار و گمراه کننده زندگی مردم را به ویرانی و تباهی می کشاند. با آنان همراه نشوی. دروغ کاران زیان آورند و با هر ابزاری در برابر آنان ایستادگی کنی. ای خدا، کسی که به آوای راستی گوش می‌دهد و می‌اندیشد دانشمندی است که چاره زندگانی را می‌داند. او در گفتار راستین خود سخنوری است توانا. او از فروغ فروزان تو ای مزدا به هر دو گروه راستکار و دروغکار نیکویی خواهد داد. کسی که از راستکار پیروی می کند برای خود در فروغ روشنایی جایگاهی برمی گزیند و کسی که دروغ کار است عمری دراز در تیرگی یا کور روشنی با آه و ناله به سر می کند. او را وجدانش با کردارش به چنین سرانجامی می کشاند. این آیین برای دانایی که با اندیشه‌اش در می یابد و با نیروی معنوی و با گفتار و کردار راستی را نگاهداری و پشتیبانی می کند روشن و آشکار است. ای اهورامزدا، چون این کسی از سوی تو شایسته ترین یاور و راهنمای مردمان است. ای پرستندگان خدایان دروغین و پیروان راه زشت اهریمنی، شما و همه پیروانتان که این چنین به راه بد و ناراست گرویده اید سخت زیان خواهید یافت. پندار بافی و خراف پرستی از کردار گمراهان است. هواخواهان دروغ و خرافات با کردار ناشایست خود در گیتی به بدنامی مشهور می شوند. شما ای گمراهان که به دیو پلید نماز می گذارید اندیشه و رأی مردمان را به کجی و ناراستی می برید چنان که نمی توان از آن وارهید. کار آنان را به زشتی کشنده اید، بدنام و خارشان کرده اید. از این رو شما از یاران دروغ هستید و مردمان را از راستی، اندیشه نیک و خرد اهورایی و پاکی دور می سازید. ای دیوان، همان گونه که اهریمن زشت کردار با اندیشه پلید خود شما را فریفته و به امید و نوید رسیدن به سروری و بزرگی شما و هواخواهانتان را به کردار زشت واداشته است، همان گونه شما نیز مردمان را گمراه ساخته و زندگی خوش و جاوید بی بهره کرده ای. شخص گناهکار و گمراه ممکن است برای مدتی با کارهای زشت خود کامیاب و پیروز شود،
ولی اهورامزدا از خرد خیش به کنه اندیشه هر کسی پی میبرد و کردار همه را به درستی داوری میکند و سرانجام برابر قانون ابدی او سروری و پیروزی نیکی و راستی همه جا را فرا خواهد گرفت. پیشرفت و سعادت زندگی بر اثر کار و کوشش فراهم می شود. هیچ دانایی بدون رنج و تلاش کامیاب نخواهد شد. آموزگار بد سخنان دین را بر می گرداند و با این بدآموزی خود زندگانی خردمندانه را تباه می کند. بدین سان مردم را از داشتن سرمایه گرانبهای اندیشه نیک باز می دارد. من با این گفته هایی که از دل بر می خیزند نزد شما ای دانا و ای راستی گله می کنم و پناه می خواهم. بدانیم و آگاه باشیم که آموزگار بد نگریستن به جهان با چشمانی روشن و بینا را نمی پسندد و مردمان را به سوی دروغ و گمراهی می کشاند و جنگ افزار به روی درست کاران می کشد. همچنین کسانی زندگانی را تباه می سازند که دروغ کاران را چون زنان و مردان شریف بزرگ می نمایند، دارایی مردم را می رو بایند و راستکاران مردم را ای مستا از بهترین اندیشه باز می دارند. ولی سرانجام مردم ستم دیده از این دو دسته پیشوایان دروغین و فرمان روایان ستمگر به تنگ آیند و با شورش علیه آنان دشمنان خود را نابود کرده و تن و روان خود را در هر دو جهان آزاد خواهند ساخت. سرانجام پیروزی با نیکی است. ای مزدا اهورا، پیروان دروغ نخواهند توانست مرا از راه باز دارند. من با ایمانم از روی راستی ستم را از ستم دیدگان دور خواهم کرد. هر کس در این جهان می باید بر پایه راستی که هنجار بنیادین هستی است گام بردارد. از این رو راهبر روشن‌اندیش می باید میان درست کرداران و بد کرداران و در برابر آنانی که کردار بد و خوبشان به هم آمیخته به تناسب دادورزی کند. کسی که با اندیشه و گفتار و کردار با بدی پیکار کند و با دست و زبان از پیشرفت بدی بکاهد یا یکی از بدکاران را به راه راست رهبری کند، چون این کسی خوشنودی اهورامزدا را فراهم می سازد و از یاوران نیکی به شمار است. ای اهورا، کسی که با راستان خواه خویشاوند باشد و خواه همکار و خواه یاور بهترین رفتارها را داشته باشد و کسی که با کوشش خود جهان را بپروراند، چون این کسی در سرای راستی و اندیشه نیک جا
جای می‌گیرد. ای مزدا، تو را ستایش می‌کنم و از تو خواستارم نافرمانی و بداندیشی از میان من برچیده شود. از خویشاوندان بد دلی و خیر سری، از همکاران دروغ پردازی و دشمنی، از نزدیکان دشنام و ناسزاگویی و از پهنه گیتی راه بری بد از میان برخیزد. ای بهتر از همه، ای خداوند خرد، به سوی من بیا و خود را به من بنما تا در پرتو راستی و منش نیک آوای من بیرون از انجمن مغان و گروندگان راه راستی به گوش ناباوران نیز برسد. ای خداوند خرد، این اندیشه از آن توست که آیین راستی همچنان بیفزاید و من نیز همین هدف را دارم. باشد که در پرتو من شنیک از جاودانگی و رسایی که خود آنها مکمل یک دیگرند بهره‌مند و برخوردار باشی. ای مزدا، همه خوبی های زندگانی، چه آنهایی که بوده، چه هستند و چه خواهند بود، از توست. از روی مهر خود ما را از آنها بهره‌مند ساز و از راه منش نیک و شهریاری و راستی به تندرستی ما بیفزا. ای خدای دانا، ای تواناترین و ای آرامش، ای راستی جهان افزا و ای اندیشه نیک، ای شهریاری، به من گوش فرادهید. هنگامی که به هر کس بهرش را می دهید، بر من نیز بخشایش کنید. خدایا دلم را برانگیز و از آرامش توانایم بخش و از افزاینده ترین خرد خود ای مزدا پاسخ به نیایش هایم ده و از راستی نیروی فراوانم عطا کن و از منش نیک شادیم ارزانی دار. ای خدایی که همه چیز را می‌بینی، کمکم کن و با لطف و کرم بیمانند خود که از شهریاری تو سرچشمه می‌گیرد و از نیکویی‌های منش نیک برمی‌خیزد، مرا بنواز. ای آرامش روزافزون، وجدانم را از روی آیین راستی آگاه ساز. اینک زرتشت تن و روان و چکیده ی اندیشه نیک خود را به خداوند خرد و کردار و گفتار و دل بیدار و همه ی نیروی خود را به راه راستی ارمغان می دارد. کسی که همه اندیشه و کردار نیک خود را تنها در راه تو انجام می دهد،
همواره به پیش می رود و ترقی می کند و روانش با راستی همگام است. ای مزدا، ستایش کنان و نیایش گویان نزد تو می آییم. ای اهورا مزدا، ما در پرتو راستی فروغ پرتوان تو را خواهانیم، آن فروغ جاودانه و توانا که پیروان راستی را آشکارا یاری می‌دهد و با توانایی آزار و دشمنی بدخواهان را می‌بیند و در می‌یابد و دور می‌دارد. ای مزدا، اینک به تو پیوستم، یاران در کنارم و ما همه پویان آن راه اهورایی هستیم و راستی و نیک منشی را برگزیده ایم. اکنون از دیگران که راه و روشی جز این دارند برکنار مانده ایم. چون تو ای مزدا سرچشمه راستی و همه نیروها هستی، ما را رهبری فرما تا در پرتو نیروهایت دوران زندگی خاکی را چنان که بایست است بگذرانیم و در پایان با روانی پاک به سویت بازگردیم. کجایند دلدادگانی ای مستا که از منش نیک آگاهند و آیین گرانبها را چه در فراخی و چه در تنگی با دانش گسترده خود انجام می‌دهند؟ من جز تو کسی را نمی‌شناسم. پس ما را در پرتو راستی پناه بده. آنان نیرومندند و با اعمالشان ما را به بیم و هراس می افکنند و چون شریرند در زشتی پایداری می کنند. اما آنانی که این چنین باشند بی گمان ناکام خواهند ماند. ای خدای دانا، آنان که آرامش افزاینده تو را که هر فرزانه ای به آن ارج می گذارد به کارهای بد خود و از روی ناآگاهی از منش نیک از دست می دهند، از راستی به همان اندازه دور هستند که گمراهان بی فرهنگ از ما. مرد بخرد میگوید باید کارهای منش نیک را نگاه داشت، همچنین آرامش افزاینده را، چون آن بنیاد حقیقی راستی است. ای خداوند جان و خرد، همه این کارها در شهریاری تو پدید می آید. اینک هر دو رسایی و جاودانگی به روشنایی تو راه می نمایند. آرامش با راستی و در شهریاری منش نیک تندرستی و توانایی می بخشد. با این هاست ای دانا که بر دشمنان پیروز می شوی. ای مزدا، کدام است آیین تو و چیست خواست تو و ستایش تو و
و نیایش بایسته تو. فراگوی و به ما بنمای تا پاداش دستورهای تو را دریابیم و در پرتو راستی راه خودشناسی و نیکمنشی را بشناسیم. ای اهورا، می دانم راه پاک منشی که به من نمودی راهی است که بر پایه آموزش‌های هوشیاران و خردمندان استوار است و آن آموزش‌ها می‌گوید که هر کار نیکی که تنها به خاطر نیکی و راستی انجام پذیرد سزاوار پیروی است و نتیجه آن همانا رسیدن به توست ای مزدا. مزدا، بیگمان آن مزد به کسانی داده می شود که در زندگانی مادی برگزیده خود با منش نیک به این جهان بارور خدمت می کنند و در پرتو راستی آیین نیک خرد تو را در اجتماع پیش می برند. ای خداوند خرد، در برابر نیایش هایی که با آنها تو را می ستایم، ما را با منش نیک، اندیشه روشن و آیین راستی بهترین گفتار و کردار را بیاموز و از راه شهریاری خود جهان را آنچنان که می خواهی به راستی تازگی بخش. خوشبخت کسی است که خوشبختی دیگران را فراهم سازد. چنین است خواست اهورا مزدا. از این روی ما خواستاریم که با نیروی راستی و پایداری نیاز یکدیگر را برآوریم. ای نماد مهر و آرامش خدایی، ما را در زندگانی از بخشش برخوردار ساز و همچنین بهترین پاداش ها از آن کسی است که خواستار روشنایی است و به دیگران روشنایی می بخشد. ای اهورا مزدا، با خرد پاک خود و در پرتو آیین راستی دانش برخاست از اندیشه نیک را به من ببخشای تا از زندگی دراز شادمانه برخوردار گردم. ای مزدا، من دریافتم که تویی توانا و پاک و داور دادگری که هر نیکی و بدی را پاداش و سزا می بخشی. ایمان من به تو ناگسستنی است، چون پاداش و سزای نیکندیش و دروغ پرست را از زبانه آزر فروغمند و پاکت که جز از راستی و داد نیست برقرار داشته ای. ای اهورا مزدا، آنگاه تو را پاک شناختم که تو را در سرآغاز زندگی دیدم و دریافتم که تو برای گفتار و کردار پاداش برنهاده ای. بدی برای بدان و نیکی برای نیکان، آیینی که در پرتو هنر و خرد تو تا انجام آفرینش و پایان زندگی به جای خواهد ماند.
ای مزدا، آن زمان که خرد پاک تو فراز آید، توانایی معنوی و اندیشه نیک با کنش خود جهان را به سوی راستی پیش میبرند تا قلمرو پارسایی گسترش یابد و کسی نتواند پیروان تو را از راه راست و درست باز دارد. ای مزدا، اینک مرا به سوی راستی و پارسایی که آرزوی من است راه بنمای تا در پرتو پارسایی آن را دریابم. اکنون بپرس و بیازمای از ما آنچه را میخواهی، که پرسش و آزمون تو مانند پرسش نیرومندی است که رهبران را توان و برتری میبخشد. ای خدای دانا، هنگامی تو را افزاینده شناختم که منش نیک مرا فرا گرفت و من نخست از سخنان تو آموختم و دانستم آنچه را که تو بهترین گفتی اگرچه به کار بستن آن در میان مردم دشوار است، من آن را با دل و جان انجام خواهم داد. و چون گفتی تو از راه راستی به جستجو پرداخته ای و به آنچه که نباید گوش داد تن ندادی، من خود را برمی انگیزم تا سروش آن الهام الهی در دلم آید و اصول نیکویی را روشن سازد و به هر دو گروه نیک و بد پاداش های رهایی بخش بدهد. ای مزدا، یاری و راهنمایی خود را که از شهر یاری تو و از راستی برمی آید به طوری به یارانم ارزانی دار که دانا و توانایی به دوستش می دهد تا برجستگان و همه آنانی را که پیام تو را به دل دارند برانگیزم. ای خدای دانا، هنگامی تو را افزاینده شناختم که منش نیک مرا فرا گرفت و نشان داد که برای پیشرفت در آرامش و سکوت اندیشیدن بهترین راه می باشد. هیچ آدم پرتجربه ای خوش آمدگویی دروغ کاران را نمی کند، زیرا آنان همه راستکاران را دشمن می شمارند. این از تو می پرسم، مرا راست گو ای اهورا، چگونه ما می توانیم پیروان دروغ را از خود برانیم و چگونه از نافرمانان بی ایمان دوری جوییم و از آنان که پیوند خود را با خرد و راستی گسستند و به منش نیک دلبستگی ندارند و در راه راستی نمی کوشند پرهیز کنیم؟ اینک از تو می پرسم خدایا، مرا به درستی آگاه ساز، چگونه دروغ را به دست راستی بسپارم تا راستی آن را با زبان آیین تو پاک نماید و از این راه شکست سختی به دروغ کاران بدهم و آزارها و ستیزگری های آنان را ای دانا
نابود سازم. پس ای مزدا، زرتشت برای خود آن طرز اندیشه تو را برمی‌گزیند که افزاینده ترین است. بشود که راستی در زندگانی مادی روح بدمد و آرامش در شهر یاری تابان گسترش یابد و برای کارهایی که با منش نیک انجام می‌گیرند پاداش داده شود.